دوستان عزیز سلام، وقت همتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. تلاش میکنم تا کلیپ های آموزشی مفید رو برای شما آماده و آپلود و نشر کنم در آپارات و یوتیوب. ازتون درخواست میکنم حتما در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنید و در آپارات ایران هم دکمه دنبال کردن رو انتخاب کنید تا از جدیدترین کلیپ هایی که آماده میشه زودتر از سایرین مطلع بشید و کلیپ ها رو سریعتر ببینید. امروز میخوام در مورد سایت زمزار که یه سایتیه که به صورت آنلاین فایل ها رو کانورت میکنه، تبدیل میکنه، از هر فایلی به هر پسفندی که بخواید میتونید فایل هاتون رو تبدیل بکنید. میخوام با تون صحبت بکنم. سایت زمزار از سال 2006 داره کار میکنه، یعنی الان که سال 2019 است، بالغ بر 13 سال این وبسایت داره خدمات میده. یه وبسایت فوق العاده قوی که برای برنامه نویسای خیلی خوب کشور هند هم خودتون میدونید ماشاءالله کشوریه که معدن برنامه نویسه. البته خب هیچ زمانی به دوستان برنامه نویس ایرانی ما نخواهند رسید، اما نمیشه ازش بیخیال گذشتون. اولا سیستم ها و کد هایی میزنن در وب که خیلی از مواقع ایده های جدیدی براشون خلق میشه و شاید بقیه کشورها باشن دومین کشورهایی که این ایده ها رو به زبان های مختلف پیاده سازی بکنن و اجرا بکنن. در هر صورت سایتی که امروز با شما میخوایم صحبت بکنیم سایت زمزر هست. به این شکل نوشته میشه زام زار. فکر کنید میخواد بنویسید زمزم، خب اما به جای میم آخرش ر بذارید، ر میشه فری آنلاین فایل کانورت. شما به هر پسوندی که بخواید میتونید فایل هاتون رو کانورت بکنید. قبلا این وبسایت میگفت خب من برای شما میتونم فایلت رو کانورت کنم، آدرس ایمیلت رو بده، ما فایل رو کانورت میکنیم میفرستیم ایمیلت. خب یه مقدار روالش پیچیده بود، چون شما اگر آدرس ایمیل نداشتی باید ایمیل میساختی، بعد فایلت رو ایمپورت میکردی، مدت زمانی میبرد، مثلا اولوش 2 دقیقه تا 3 دقیقه زمان میبرد که این ایمیل تازه دست شما برسه. بعد شما تازه ایمیل رو باز میکردید، توی ایمیل یه لینکی بود، روی لینک کلیک میکردید، دوباره میمدید داخل زمزم و داخل سایت میتونید دانلود بکنید. خب همون کار رو الان خیلی سادهش کردن، روالش دقیقا ببینید اینجا کاملا مشخص شده. فایل رو انتخاب میکنی، به چه پسوندی میخوای در بیاد، فایل رو دوباره اینجا پسوندش رو انتخاب میکنی و در مرحله بعد میتونی آدرس ایمیل بدی یا نه، اگر نخواستی میتونی تبدیلش بکنی. خب سایت مناسبیه برای اینکه شما بتونی فایلت رو تبدیل بکنی. یکی دیگه از قسمتهایی که دارین که شما میتونی یه فایل رو از طریق اینترنت آدرسش رو بدی، مثلا یه دونه عکس دارید، آدرسش رو اینجا بهش میدی، پسفندش رو انتخاب میکنی، میگی من میخوام تبدیل بشه مثلا به پسفند PDF یا یه دونه فایل MP3 دارم میخوام تبدیل بکنم به WAV یا میخوام تبدیلش بکنم به MP4 MP4 یا به هر پسفند دیگه که مد نظرتون باشه. ببینید چون هر پسفندی که بخوای میتونن برات فایلاتو تبدیل بکنن. پس عملا هیچ اتفاقی هم نمیافته، یعنی شما عملا میتونید راحت فایلهاتو رو به هر زبونی که خواستی کانورتش بکنی و فایل رو به صورت کامل تحویل بگیری. من فقط URL کانورتر رو میخوام بهتون بگم و کانورتر فایل رو میخوام بهتون بگم به چه شکلی میشه کانورتش کرد. در وهله اول، استپ اول، فایل رو باید انتخاب بکنیم از داخل کامپیوتر. من داخل کامپیوتر یه دونه عکس دارم، این عکس رو من مثلا میام انتخاب میکنم. بذار من یه عکس پیدا کنم، مثلا میریم توی دانلود ببینم چیزی پیدا میشه اینجا.
بده اینجا بهتره، این بهتره، این بهتره. کجا رفت؟ کجا 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 کجا؟ اوه اینجا خیلی چیزه. خب من یه دونه عکس دارم الان، عکس رو انتخاب کردم، اومد این پایین. 97 کیلوبایت حجمشه، در انتظار، هنوز کاری انجام نشده. استپ دوم به هم میگه آقا تو ما این فایل رو این پایین انداختی، انتخاب کردی، به چه پسفندی تبدیلش کنم؟ من میگم فایل رو کانورتش کن به PDF. این یه عکسه، میخوام تبدیل به PDF باشه. یا شما اگر یه ورد بدی میتونی ورد رو تبدیل بکنی به PDF به صورت آنلاین. دم علی بعد کانورت اینو بزنم، کانورت شروع میشه. خب ممکنه بگم این فایل رو به ایمیل من هم بفرست، میذارم آدرس ایمیلمو میزنم و برای من میفرستم. خب من این کارو نمیکنم، چون اگه قرار باشه این اتفاق بیفته دائم دیگه برای من اسپم ارسال میشه، تبلیغ میفرستن یا خبرنامه‌شون برای من میفرستن. خب الکی ایمیلم اسپم میشه و شلوغ بلوغ. خب پس اینو من تیکشو برمیدارم. پس من فایل 2251.jpg رو از کامپیوترم از طریق این قسمت استپ اول انتخاب کردم، گفتم تبدیلش کن به PDF و به مرحله آخر باید کانورت رو بزنم. ببینید دقت بکنید، شما زمانی که فایل رو اینجا انتخاب میکنید دیگه اینجا چیزی نیست، فایلتون اومده پایین. یعنی شما زمانی که فایل رو انتخاب کردی خیالت راحته که دیگه باید این فایلت بیاد اینجا، بعد مرحله دوم پسفندشه، به چه پسفندی تغییر پیدا بکنه و در این مرحله من کانورت رو میزنم. مدت زمانی که کانورت شد، ببینید توی این مرحله کانورت انجام شد، میگه تمام. حالا ممکنه شما زمانی که یه فایل رو میخواد کانورتش بکنید این مدت زمان ببره، اما خب ببینید الان این فایل کانورت شد. میتونم روش کلیک کنم دانلودش کنم، یا نه میخوام مثلا اینجا دانلود رو میزنم. ببینید فایل 2251 من به PDF تبدیل شد. بزنیم ببینید چی از آب در اومد. بازش میکنم. به همین راحتی یه فایل PDF که دارید شما میبینید دیگه، فایل PDF که توی اکروبات PDF فایل من باز شد. خب من میبندمش. خب متوجه شدید چقدر راحت این کار انجام داد؟ این از اولین فایل. من میخوام یه فایل موسیقی این بار اینجا آپلود کنم. این فایل این بنده خدا خواننده مون آقای علیرضا تلیسچی رو میزنم. فایل موسیقیشون MP3ه، میخوام تبدیلش بکنم به MP4 WMA Wave. اینا مثلا این OGG فکر کنم پسفند خیلی خیلی قدیمیه. خب من میگم به MP4 برای من تبدیلش کن. محل اول انتخاب فایل، محل دوم پسفندی که میخوام تبدیل بشه، محل سوم کانورت. ببینید یه مقدار زمان میبره دیگه، 2%، 7%، کل 8.31 زمانو ببینید، 30%، 40%، 45%، 52%، 65%، 80%، 86%، 87%، 91%، 96%، 98%، تمام. میریم تو مرحله بعد که دانلودش کنیم. ببینید اینجا نمیشه کانورت، الان دیگه زمان میبره چون فایلش حجیمه دیگه، 3 میگه اصلا زیادم حجیم نیست، اما خب دیگه روالی داری خودشو داره طی میکنه. نوشته ما در حال کانورت کردن فایل شماییم. خب اومد تمام. ببینید الان من این رو میتونم هم روش کلیک کنم دانلودش کنم، همینجا میتونم بزنم دانلودش کنم به همین راحتی. حالا بذارید من یه سایت باز کنم اینجا، مثلا اینجا بذارید من اینجا سر کنم yahoo.com. این yahoo.com. حتی بذارید من اینجا یه آهنگ سرچ کنم، یکی از سایت های رادیو جوان، نه یه سایتی پیدا کنیم که موزیک داشته باشه. سایت یه دونه چیز پیدا کنم، حتی اول میخوام براتون تبدیلش بکنم. یه عکس میخوام پیدا کنم از طریق URL براتون تبدیلش بکنم. من مثلا همین عکس رو به عنوان مثال
این عکس، کلیک راست میکنم، کپی، میام توی زمزم، میرم داخل صفحه زمزم. این بار میخوام از URL، یه عکس دیدم توی اینترنت، میخوام PDFش کنم. میزنم یار کانورت. ببینید این عکس رو من انتخاب کردم، کلیک راست کردم، کپی ایمیج لوکیشن، میرم تو زمزم. اینجا که آدرس هست اینو پاک میکنم، آدرس خودم رو پیست میکنم، فکر کنم به خاطر این پسوند های آخرش پاک میکنم، میگم تبدیلش کن به این بار به یه فایل ورد. اوکی کانورت میکنم. حتی اگر ایرور نده جی پی جی تو ده. یا اگر مطمئنی، امیدوارم که بشه. آه گفتم این فایله مشکلی داره، بذارید از عکس خودش اصلا استفاده کنم. پسفندی که من انتخاب کردم پسفند مناسبی نبود. من این عکس رو بردارم، همین پی ان جی خودش رو میارم اینجا به جای این عکس، این عکس رو میذارم، تبدیلش میکنم به گیف کانورت. یه عکس پی ان جی بود، تبدیلش کردیم به آها میگه اینو تکراریه یه چیزی. اجازه بدید دیگه، ببخشید پخش زنده است، از این مشکلات ایجاد میشه دیگه. بذارید یه سایت ایرانی من پیدا بکنم، مثلا ایران اسم اسپنل، یه چیزی اینجا من پیدا کنم، همین رو بذارم اونجا. این عکس، عکس پیدا نمیشه داخلش. قسمت راهنما ببینم، راهنما پیدا میشه اینجا. سوالات مطلب کار برخم، یه دونه عکس اگه الان پیدا بشه من فکر کنم کلی دعای خیر پشت سرت. خب من این عکس PNG که الان پیدا کردم و بزنم برای PDF، ببینیم PDF شو تبدیل میکنه و ما بده، یا باز این رو هم ارور قرار بده. چرا زمان میبره؟ من فکر میکنم این رو ما باید بزنیم برسه به ایمیلمونم. جالبه چون من این رو تست گرفتم یاره، اگر قبولش نکنه بهتره که ما همون کانورت فایل خودمون رو انجام بدیم، خیلی سنگین تر و راحت تر حداقل. یا اینکه الان به مشکل برخورد، چون من این رو تبدیل کردم و هیچ مشکلی هم نداشت. آره من فکر میکنم این قسمت زمزم، این قسمت URLش به مشکل برخورد و الا این تستش رو، من تستش رو گرفتم. کانورتش میکنیم به بی پی ام، کانورت، پرس اوکی. خب فکر کنم درست شد. این مدار زمان بره تا فایل رو از سرور ایران اس ام اس پنل که عکس ما اونجا بود دانلود بکنه و بعد بیاره اینجا، یه مقداره که زمان میبره. حالا تا زمانی که این دانلود رو، آها خب پس سیستم URL کانورتر اینها الان قطع شده و الا این مشکلی نداره، چون اولا این عکس هم کاملا درسته، URL هم درسته و عملا سیستم URL کانورتر دوستان زمزر به مشکل برخورده. پس اولا ما اگر قرار باشه کار بکنیم با همین کانورتر فایل ادامه کارمون رو انجام میدیم. شما کاملا تو این آموزش متوجه شدید که پسوند رو به چه شکلی میشه تغییر داد. هر فایلی که توی کامپیوتر داشته باشید میتونید از اینجا چویس فایل میتونید انتخاب بکنید و از اینجا میام دراگش هم میتونید بکنید، یعنی فایل رو بگیرید بکشید اینجا از هر جایی که باشه و این براتون کانورت انجام بده. ببینید پی دی اف رو میتونید تبدیل به ورد بکنید، پی دی اف رو میتونید تبدیل به اکسل بکنید، بعد ام پی 4 رو میتونید تبدیل به گیفت بکنید، PNG رو میتونید تبدیل به PDF بکنید. اینها پسوند هایی که میتونید به راحتی انجام بدید. MP3 رو میتونید تبدیل بکنید، MP4 میتونید تبدیل بکنید.
دیگه همه پسفندهایی که شما دارید میدید همشون قابل تبدیله. مثلا جی پی جی رو میشه تبدیل به ورد کرد. و دیگه پی ان جی رو میتونید تبدیل به ورد بکنید. اینها مواردی هست که میتونید شما انجام بدید و مشکلی از این بابت نداره. توی سایت حتی میتونید ثبت نام بکنید که گزارشات فایل هاتون رو همیشه داشته باشید. اگر به یه فایلی همیشه ممکنه نیاز داشته باشید میتونید اونجا تحویل بگیرید. و انواع فایل ها رو شما میتونید از طریق این سایت کانورتش بکنید، تبدیل بکنید به هر چیزی که شما بخواید. ببینید خیلی تعدادش زیاده، یعنی شما با هر پسفندی که بخواید، مثلا پسفندهای موزیکو ببینید، اینا همشون پسفند موزیکه، شما میتونید تبدیل کنید. یا پسفندهای ویدیو، ای بوک میخواد شما بسازید، فایل نوشتاری یا فایل زیپ رو حتی میتونید شما تبدیل بکنید. تمام اینها رو شما میتونید، داکیومنت های مختلف، عکس ها رو میتونید تبدیل بکنید. همه اینها رو شما میتونید از طریق این سایت به راحتی تبدیل بکنید. در هر صورت خیلی ممنون از این که همراه ما بودید تا این لحظه. بازم ازتون درخواست میکنم حتما سابسکرایب کنید در یوتیوب و در آپارات هم دکمه دنبال کردن رو بزنید تا جدیدترین ویدیوها رو اول شما مطلع بشید. قبل از اینکه اون قرار باشه مثلا وارد کانال بشن شما مطلع میشید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. توی ویدیوهای آینده آموزش های دیگه رو در اختیارتون قرار خواهم داد. شب و روز خوبی داشته باشید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.